الان یادم اومد در مجله خورشید مکه همین ماهش نوشته که کسی خدمت حضرت رسید، حالا یا در خواب چون ایشان ننوشتن یا در بیداری خدمت امام عصر رسید، دید حضرت یه نامه هایی رو میخونن میذارن کنار و بعضی از این نامه ها رو میبوسن میذارن کنار. گفتم آقا این نامه ها چیه؟ فرموندن امامزاده هایی که مردم متوسل به اونها میشن اینها سفارش اونها رو به ما میکنن، ما هم نگاه میکنیم. گفتم اون نامه‌ای رو که میبوسیدید اونها مال کی بود؟ فرمود مال عمویم ابو الفضل العباس. السلام عليك يا أبا الفضل العباس. آجان عنایت کنید یه نامه هم به این جمع و تمام کسانی که از دوستان الان صدای منو میشنوند یه نامه به آقا امام زمان بنویسید. اما یه چند لحظه ای نمیگیم حتی یک دقیقه، یه چند لحظه ای ملاقات آوره یقیناً اون نامه ای رو که میبوسم بهش ترتیب اثر هم میدم اگر مصلحت باشد، اگر طرف لیاقت داشته باشد. خدایا به جان ابوالفضل العباس قسمت میدهی، به جان این باب الحوائج قسمت میدهیم، قلب حضرت ابوالفضل رو به ما مهربانتر بفرما تا این نامه رو برای ما بنویسه. حقشه. فرمود حاج محمد علی فردا تو خیمه شما یا پس فردا تو خیمه شما روز عرفه، چون روزه عمویم عباس خونده میشه من میام. میگه آمدم پشت خیمه دیدم آقا سرشو به خیمه گذاشته داره عشق میریزه و روزه حضرت عبالفضل رو بیخونن.